خوشخبری. سلام رفیقا، بیاید این خوشخبری گوش کنید. این کتاب عکس دیگه میبینید، باشه نوارش خوب گوش بدی. و یادتون باشه که هر وقت این صدا رو فهمیدید، برید صفحه بعدی. عکس یک، از اول. از اون اولای زمان فقط خدا بود و غیر او هیچی نبود، فقط تاریکی بود و بس. خدا خیلی خوبه، او حاکم همه دنیا و زمین و همه چیه. همه رو که توی این عکس داره میبینی، خدا دنیا رو همه چی رو درست میکنه و پیش نور میدازه. خب شروع کن، حالا تو میتونی بتابی، بدرخشی. او پیش خورشید میگه که خیلی خوب، تو بیا بشو حاکم و سلطان روز، پیش محمد تو برو برو جان کن حاکم شو باش. عکس دو، خدا گفت نزنه. این کتابی که توی این عکس میبینید اسمش کتاب مقدسه. این کتاب حرفای خداه در برای خودشو، رایی که او میتونه با شما گفت بزنه. خدا همه رو دوست میداره، همه مردم رو دوست میداره. ما از او سوا شده، اما این کتابی که داره میبینید، همین کتاب مقدس، تنها وسیلیه که ما میتونیم چکار کنیم، باشش دوباره صلح کنیم، آشتی کنیم، گف بزنیم. همه قصه گویی که میخوام براتون بگم همش توی همین کتاب هست. عکس سه، آفرینش. خدا همه چی رو باشه گف زدن درست میکنه. او همه چی رو خیلی خوش درست میکنه. او اول اومد زمین رو، کوه، دریا، روخونه، اینا رو ساخت. بعدش اومد این جک و جونور و موجودای زنده و هرچیه میبینید اینا رو آفرید. مایاگا گذاشتشون تو او، پرنده و چغور و کفتر و گنگاه، گفت شما تو هوا پرواز کنید. بعد اومد حیوانا و گذاشتشون رو زمین. خدا دلش خش بود که این همه چیزی آفریده. میدونید چرا؟ خاطری که همه چی رو خش آفریده بود. عکس چهار، آدم و حوا. خدا بعد از این کارا که اومد اولی مرده که و اولی زنه که رو آفرید و اسمشون گذاشت آدم و اونه که حوا. خدا پیش آدم و حوا گفت زد و به اونا قدرت داد که بتونن حکومت کنن بر هر چی موجودی و جک و جونوری ساخته بود. اونا باشه خدا خیلی رفیق بودن و توی یکی تا باغ خیلی خوش زندگی میکردن و خدا هم پیششون بود. خدا پیششون گفت که شما میتونید از هر چی میوه که توی این باغ بخورید غیر از یکی درخت. توی تصویر سمت چپی که داره میبینید، اوشنا از فرمون خدا سرپیچی کردن و اومدن از این میوهی که خدا براشون ممنوع کرده بود و گفته بود عقل ندارید بخورید خوردن. چون اونا اطاعت نکردن از این کلام خدا، امروز خدا ناراحت شد دستشون رو دید اینا دیگه پیمون شکن نکردن، اومد از باغ درشون کرد. توی تصویر سمت راست که داری میبینید، خدا اومد آدم ها رو از تو باغ درشون کرد و از اون روز به بعدن دیگه همه مردمی که اومدن دیگه به خاطر این گونه که کرده بود آدم ها با مجبور هستن که برای اینکه بتونن غذا تهیه کنن و قوت داشته باشن و چیزی بخورن زحمت بکشن، رنج بکشن، سختی بکشن، آخرشن چه بکنن بمیرن. عکس پنج، قابیل و قائل. آدم و حوا دو تا پسر رو داشتن، اسم یکیشون حابیل بود، اسم اون یکی قائل. قائل آخر اون حسود بود و حسودی به ادرش میکرد، یک روز مردش رو کشت. خدا چون آدم و حوا یک روز خلاف کرده بودن و تنبیه کرده و قائل هم تنبیه کرد. ما چون همه گی از نسل آدم و حوا هستیم، ذاتن و ارثن چطور هستیم؟ گناه کار هستیم. خود گناه میاد چکار میکنه؟ ما رو از خود سوا میکنه و چون ما خلافکار هستم و گناهکار هستم، اصلا حق کنه که مجازات بشه، متنبیه بشه. عکس شش، کشتی نوح. سالها گذشت و بچه های خیلی زیادی از آدم و حوا متولد شده. این افرادی که اومده بودن بازمست دیگر رو گناه میکردن و از خود سرپیچ میکردن. اقلاعی گونه این مردم پر شده بود که خدا یک روز پیش خودش قول و قرار گذاشت که یک تا طوفان بسیار وحشتناک و بزرگی بفرسته و هر کرجیه چکا کنه نابود کنه. فقط یک نفر بود که خدا خیلی دوستش میداشت، چون از خدا اطاعت میکرد. اسم این آقا نوح بود. خدا پیش نوح گفت
تو یک تا کشتی بساز تا من بتونم تو خانواده‌ات رو از این طوفان نجات بدم. نوح شروع که کشتی ساختن. تو این سالایی که داشت کشتی میساخت، هی مردم رو نصیحت کرد و در مورد عدالت خدا و خدا چقدر خوبه به مردم هشدار داد. نصیحتشون که. اما مردم برای اینکه بتونه از این طوفان نجات بده کنن به نصیحت های نو اصلا گوش ندادن و بازم گناه میکردن. عکس 7 طوفان. طبق دستور خدا نو از همه جک و جونورای دنیا یک جفت به کشتی برد. نو و سه تا بچه‌هاش و زنش و عروسه‌هاش اومدن توی کشتی. بعدش خدا در کشتی رو بست و پیش بارون گفت که یالا سلکن. دیگر دور شده بود و هیچ که نمیتونست از این طوفان و بارون نجات پیدا کنه. اما نو و خانواده‌اش توی کشتی نشسته بودن و جاشون خیلی خیلی امن بود. تمام اونایی که توی کشتی نبودن و در بودن همشون غرق شدن. اما نو نجات پیدا که چرا؟ چون به خدا ایمان داشت و از او اعتراض کرده بود. عکس 8 ابراهیم و سارا و اسحاق. چند تا نسل گذشت و بچه های نو چند تا قبیله بزرگ تشکیل داده بودن. ابراهیم کسی بود که خدا رو دوست می‌داشت. او از خدا اطاعت میکرد. خدا قول داده بود پیش ابراهیم که از نسل او بیاد یک تا ملت بسیار بزرگ و عظیمی به وجود بیاره. اما ابراهیم باشه سارا که زنش بود هیچ تا بچه نداشت. اما با این وجود خیلی به خدا ایمان داشت. خاطر خدا بهشون قول داده بود بهش ایمان داشتن. این عکس نشون میده که در سنین پیری وقتی که ابراهیم و سارا پیر میشن سارا یکی بچه میشن که اسمشون داره اسحاق. ابراهیم و اسحاق جدای عیسی مسیح هستن که عیسی مسیح کسی که برای نجات دادن کل بشریت به زمین اومده. عکس 9 موسی و خدا. از نسل ابراهیم نسل بزرگ و یک تا قوم بزرگی به نام بنی اسرائیل به وجود اومد. موسی که از نسل ابراهیم بود به خدا اعتقاد داشت و ایمان داشت. یک روز خدا پیش موسی میگه که بیا به یک تا کوه و هرچی قانون داشت به موسی داد تا موسی این قانون ها رو به قوم بنی اسرائیل بده. این عکس موسی رو داره نشون میده که در از کوه پای میاد و توی دستش دست نوشته و یک قوانین خدا توی اوناه. خدا میخواد که همه از این قوانین و فرمونایی که او داده اطاعت کنن. عکس 10 فرمان. بعضی از قانونهای خدا در این عکس میبینیم. این قوانین و فرمان هایی که خدا فرستاده یادون بده که چطوری خدا رو دوست داشته باشه و او رو پرستش کنه و عبادت کنه. اولین قانون خدا و فرمون خدا اینه که از پرستش بت و عکس حیوان و نمیدونم هر چی که اینا خودداری کنه، این کارا نکنه. فقط یک نفر رو بپرسته و اون خالق و آفریننده یک تا و واقعیه. همه مردم یک روز توی هفته باید دارن خدا رو عبادت کنن. فرمون بعدیش اینه که بچه ها باید از پیرمادر خودشون اطاعت کنن و احترام پیرمادر رو نگردنن. توی این عکس دست چپ اون پایین رو به عکس قانون خدا میگه که ما نباید در کسی رو بکشم یا باعث کشته شدن یک کسی باشه. نباید زنا کنه، نباید دزدی کنه، نباید کش پیش مال مردم داشته باشه. خدا از ما میخواد که همه قانوناش رو اطاعت کنیم. عکس 11 قربونی خلافای بشر. اون روزا هر وقت یک آدمی قانونای خدا رو زیر پا میذاشت و گناهمه که بایستی یک تا بره در پیشگاه خدا قربونی کنه. این بره به جای اون شخص گناهکار بایستی قربونی میشد. بره خودش نشونه ای از پسر خدا عیسی مسیح. عیسی مسیح میخواست که برای بخشیدن همه مردم به این دنیا بیاد. او بره خدا اگه همه گناه های تو این دنیا رو برمداره. عیسی مسیح روی صلیب چوبی نمیره برای اینکه گناهان ما پاک بشه. ما باید به عیسی مسیح ایمان بیاریم و به گناه خودمون اعتراف کنیم، توبه کنیم، دیگه دنبال گناه نریم و خدا ما رو میامرزه.
12 فرشته و مریم و یوسف. حالا ببینم که چطوری عیسی مسیح متولد میشه و زایده میشه. قبلا خدا قول داده بود که یک تا نجات دهنده بفرسته. طرف چپ توی این عکس فرشته ای رو میبینید که از هوا میاد یک تا دختر به نام مریم رو میبینه. مریم یکی نام زد داشته که اسمش یوسف بوده. فرشته پیش مریم میگه که روح خدا میاد تو رو حامل میکنه و یک تا پسر مزدهی که اسمش هم عیسیه. همین رو که توی این عکس سمت راست رو داره میبینید فرشته به خوه یوسف هم میرد و پیش یوسف تو خوه میگه که باشه مریم عروسی که قواد نباشه. او توسط روح القدس خدا حامل شده، اسم بچه‌ش عیسیه. عیسی یعنی نجات دهنده. او قوم خود رو از گناه و خلاف نجات بده. یوسف هم قبول میکنه. عکس 13 تولد عیسی مسیح. یوسف و مریم بایستی به یک شهری میرفتن که اسمش بیت لحم بود. وقتی که به اون شهر رسیدن توی مسافرخونه هیچ جا نبود که اوشنا بمونه، مجبور شدن برن توی طویله. اونجا بود که عیسی زاییده شد. همون شو بود که یک تا فرشته اومد و پیش چوپونا و خبر اینکه عیسی متولد شده داد. اون گفت که عیسی توی شهر بیت لحم زاییده شده. اینباره فرشته های بسیاری توی آسمون اومدن و شروع کردن به تمجید کردن خدا و تحسین کردن که باریکالله. چوپونا اومدن برای اینکه بتونن نجات دهندشون رو توی شهر بیت لحم ببینن. عکس 14 عیسی مثل یکی معلم. توی عکس سمت چپ عیسی در سن 12 سالگی میبینید که باشه ریش سفیدای قوم بنی اسرائیل نشسته و داره راجب خدا گفت بزنه و گفتشون میکنه. معلم و بزرگای قوم بنی اسرائیل در مورد اینکه عیسی اقدر اطلاعات داره در مورد خدا خیلی متعجب میشن. تصویر دومی عیسی داره نشون میده که باشه مردم داره در مورد خدا صحبت میکنه و اونا رو راهنمایی و ارشاد میکنه. بعضی مردم هم برن به تعلیمات او توجه میکنن و از عیسی پیروی میکنن. بعضی هاشون نه مخالفت میکنه. خدا از ما میخواد که از عیسی مسیح پیروی کنه و به او ایمان بیاره. عکس 15 معجزه عیسی. این عکس ها تمام قدرت های عیسی رو در اینکه چطور بتونه معجزه کنه نشون میده. در سمت چپ عیسی یک تا کور مادرزاد رو لمس میکنه و شفا میده و خوب میشه. توی عکس وسطی یک تا بچه مرده میبینیم که جلو چشم پیر مادرش زنده میشه. بالاخره عیسی رو داریم میبینیم که روی اودر راه میره تا بره توی قایق پیش شاگرداش. عیسی مسیح خیلی از این معجزات داشته برای اینکه ثابت کنه که او پسر خداست. همین رو ایگه عیسی خودش کورا رو بینا میکرده، مردار رو زنده میکرده، میتونه توسط روح القدس ما رو هم نجات بده و به ما کمک کنه. عکس 16 عیسی رو شکنجه میده. عیسی خیلی معجزه داشته. او آدمای خیلی زیادی از او پیروی میکردن. او خیلی خوب بود، خیلی مهربون بود، او خیلی مریضا رو شفا داد، او اومد راه خدا رو بهشون نشون داد. او اومد توی این دنیا تا اینکه خیلی گناهکارا و خلافکارا رو نجات بده. اما این آدم ها از اون جایی که عیسی پیششون میگفت گناهکار، بعدشون میومد رهبرای قوم یهود حسودی میکردن. او اصلا عیسی رو قبول نداشتن. اونا عیسی رو دستگیر کردن و بین مردم شروع کردن دروغ گفتن و دروغ پخش کردن. اومدن تاج خار درست کردن سر عیسی گذاشتن، توف انداختن تو صورتش، مسخرش کردن. اما عیسی هیچ عکس‌العملی نشون نداد، هیچ کار نکرد. او از اول ندونست که برای همچین چیزی بشه، همچین اتفاقایی بیفته. خاطر همین بود که اجازه داد هر کاری دلشون بخواد باشش بکنن. عیسی مسیح اصلا اومده بود تو این دنیا تا برای اینکه گناه های بشر پاک بشه قربونی بشه. او جریمه گناه های ماه. عکس 17 عیسی رو بکشه. سربازا عیسی مسیح رو میگیرن و در یک تا صلیب چوبی میخکوب میکنن. این صلیب رو راست نگه میدارن تا عیسی بمیره. همراه عیسی دوتا جنایتکار و آدم شرور همیروی کشته میشن.
اصلا اون زمان رسم بوده که تمام جنایتکارا و خلافکارا رو روی صلیب بکشن، ولی خب عیسی خوگانو نکرده بود، او کشته شد برای اینکه جریمه گناه های ما مردم رو بده. ما گناهکار هستیم، گناه کردیم و بایستی نابود بشیم، اما عیسی با مرگ خودش این مجازات مرگ رو از ما مردم که مستحق باش بوده، حق اون بود که ای رو مجازات بشیم، گرفت. ما باید از ته قلب و اعتراف کنیم که گناهکار هستیم و با تمام وجود از گناهان خودمون دوری کنیم و دیگه به راه‌های بد کشیده نشیم و خود ما رو ببخشه. شما باید به مسیح ایمان بیارید تا نجات پیدا کنید. عکس هیده قیام مسیح. دشمنای مسیح فکر کردن که او رو کشت، ولی ایرو نبود. مسیح وقتی که روی صلیب مرد، دوستاش جسدش رو ونشتن و بردن به یک غاری، توی غار قرار دادن و یک تا سنگ بزرگ گذاشتن در غار بستن. دو روز گذشتش خبر نشد. روز سوم مسیح زنده شد. وقتی که چند تا زنا رفته بودن سر قبر، دیدن که سنگ کنار رفته و جسد عیسی جایی نیست. امروز دو تا فرشته او تو آسمان ظاهر شدن و گفتن که عیسی اینجا نیست، او زنده شده. عیسی با رستاخیز خود ثابت کرد که همون خدای حقیقی و واقعی اوه. عیسی امروز هم زنده و او خیلی قدرتمندتر از شیطان و مرگه. عکس 19. تو ما ایمان میاره. بعد از اینکه عیسی رستاخیز میکنه، بعضی شاگرداش او رو میبینن، باشه او گفت میزنن و برن سر سفره میشینن و نون میخورن. یکی از شاگردای مسیح که تو ما اسمش بوده نمیتونسته باور کنه که عیسی زنده شده. اومده تا خودم جای زخم میخار رو روی دسته عیسی نبینم، اونا رو لمس نکنم، نمیتونم ایمان بیارم. توی این عکس میبینید که عیسی جای زخم خودش رو به تو ما نشون میده. او که دیگه شک نداشته که عیسی زنده شده، به پای عیسی میفته و میگه ای خدای من، ای خداوند. عیسی پیشش میگه دل خشمونایی که منو ندیدن و ایمان آوردن. عکس 20. عیسی مسیح میره به آسمونا. تا 40 روز بعد زنده شدن عیسی از مرگ، او چند بار خورانشون اینو اومده. خیلی ها او رو میبینن که زنده شده. حالا وقتشه که عیسی به آسمونا پیش پیارش برگرده. او کاری که باس میکرده کرده. عیسی پیش شاگرداش میگه که برید و پیش همه این خوشخبری رو بدید. شاگرداش میبینن که عیسی به آسمون اومده و دو تا مردی که رختای سفید برشون بوده میان پایین و میگن که همین رو که عیسی به آسمون رفت دوباره به زمین برمیگرده. تا وقتش نشه عیسی تو آسمون بمونه. او برای همه کسایی که بهش ایمان آوردن و ازش اطاعت کردن یعنی تو آسمون براشون در نظر گرفته. خب رفیق، شما چطور؟ پیش خودت تعال پرسی دیگه، شما به عیسی ایمان داری؟ آیا وقتی عیسی به زمین میاد آماده بیشتری که ببینیش؟ عکس 21. صلیب. عیسی مسیح مرد برای اینکه ما را از مرگ نجات بده، برای اینکه مرگ مجازات گناه. او خودش هیچ وقت گناه نکرده بود، ولی باشه مرگش گناه را که باعث سوا شدن ما از خدا میشه نابود کرد. صلیب یادون میاره که عیسی قربون بیگناهی بود، او کفاره گناه ما شد. همین خاطریه که هر وقت به مسیح ایمان میاره ما توبه میکنه، خدا هم ما رو ببخشه. خاطری همین ایمان به مسیح که پیش ما میگن بچه خدا و میتونه باشه خدا صلح کنه. عکسای بعدی پیش ما میگه که مسیح بود یعنی چی؟ عکس 22. دو تا راه. عیسی مسیح یادون بده که توی زندگی اون دو تا راه بیشتر نداره. راه اولی که یک تا راه فراخل و پر از گناه میره پیش جهنم و نابودی. همه ما که از نسل آدم هستیم طبیعتون گناه آلوده، اصلا ناخواسته دلیم توی این راه فراخ قدم بزنم. عیسی پیش ما میگه که راه دوم که یک تا راه باریک بگه، ولی به سوی ملکوت خدا باید پیش رو بگیره. هر کی تو زندگیش به عیسی ایمان بیاره نجات پیدا میکنه و همیشه زنده. او در واقع خود را از این جاده فراخ گناه به جاده باریکی قدم بذاره که به سمت حیات جاودانی ختم شه.
راهشو عوض کرده. برای کسایی که میرن توی این جاده باریک و قدم بزنن اصلا هیچ محکومیتی وجود نداره. اگه تصمیم گرفتید که ایمان بیارید به عیسی، بتونید که توی تنهایی و خلوت خودتون با خدا صحبت کنید و پیش خدا بگید که خدایا من اعتراف میکنم منم بند گناهکاری هستم، ایمان دارم که مسیح رفت روی صلیب و به خاطر گناهان من کشته شد، خواهش میکنم منو ببخش، قلب منو پاک کن و منو جز یکی از افراد خانواده خودت بدون. میخوام عیسی تو رو در این دنیا و بعدش پیروی کنم و میخوام اصلا توی ملکوت تو باشم. خدایا از تو خیلی ممنونم. عکس 23 بچه‌ی خدا. توی این عکس عیسی رو میبینید که همه ملت‌های دنیا رو جمع کرده و خوش اومد داره بهشون میگه. این ملت ها به عیسی ایمان آوردن و حالا همشون بچه‌های خدا هستن. اونا تو اون جاده باریکی که گفتم به ملکوت خدا منتهی میشه دارن قدم میزنن. بچه‌های خدا همه عضویت خانواده هستن، همشون توی ایمان به عیسی متحد هستن. عکس 24 تولد دوباره. یکشو یکی از معلمای دین یهودی که اسمش نیکودیموس بوده پیش عیسی میاد تا درباره خود از عیسی بپرسه. عیسی به اون میگه هر که میخواد که به خانواده خدا بپیونده بایستی یک زندگی جدید داشته باشه، مثل اینکه دوباره زاییده شده. ما نمیتونیم خدا عوض کنه، پس اگر به عیسی ایمان بیاره روح القدس خدا میاد تو زندگی اون رو با دوباره زاییده میشه. ما افراد تازه ای میشه و جزء جدیدی از خانواده خدا هست. عکس 25 نزول روح القدس. اینا که میبینید شاگردای مسیح هستن. وقتی عیسی داشته به هوا میرفته پیش شاگرداش قول میده که روح القدس رو برشون بفرسته. در و بعدش به عیسی رفته به ملکوت خدا، شاگردای مسیح دور هم جمع شده بودن که یهو طبق وعده‌ای که خدا بهشون داده بوده وسط جمعشون روح القدس ظاهر میشه. وقت شاگردای مسیح قدرت پیدا میکنن که بتونن به هر زبونی گفت بزنن. او پیش مردم راجع به کارهای عجیب غریب و بزرگی که خدا انجام داده صحبت کنه. روح خدا توی دل همه ایماندارای واقعی به عیسی اصلا وجود داره و همیشه داره به اونا قدرت میده تا عیسی مسیح رو دوست داشته باشن و ازش پیرو میکنن. عکس 26 تو راه نور. قبل از اینکه یک نفر به عیسی ایمان بیاره درست مثل این مرده که ممونه بیداره تو تاریک قدم بزنه، او چند بار گناه میکنه و توی جاده منحرف میشه و این برون فرمنه، چون اصلا هیچ نوری نیست که او بتونه هدایت بشه. وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم مثل کسی میشیم که توی یکی جاده مستقیم و خش و هموار داره قدم میزنه و جاده هم روشناخی خشه. عیسی میگه که من نور عالم هستم، اگر یک نفر به من ایمان بیاره دیگه هیچ وقت تاریک را نمیره. خدا روح القدسش رو به ایمانداراش بده تا بتونن طبق اراده و خواست خدا زندگی کنن. عکس 27 اطاعت از کلام خدا. یک ایماندار مسیحی کسیه که یک زندگی و طرز فکر تازه و نوعی داره. او از کلام خدا اطاعت میکنه. او برای اینکه خدا گناهاش رو بخشیده خدا رو شکر میکنه. هیچ وقت که مسیح نمیاد کارهایی مثل زنا و جنگ و دعوا و دلدوزی و پرستش بت و مت و چیز دیگه بکنه. روح القدس به یک شخص مسیحی این قدرت رو میده که هیچ وقت بدی نکنه، از بدی و گناه اینا دوری کنه، او یک تا زندگی پاک و شیرین و خوش داشته باشه. عکس 28 یکی خانواده مسیحی. این خانواده ای که دارید میبینید دارید تو راه خدا قدم برمیداره. این مرد زنش رو محبت میکنه و زنکی هم به شوهرش احترام میذاره. این همون چیزیه که خدا از ما خواسته. اینا کمک میکنه هم دیگه تا بچه‌هاشون رو تربیت کنن تا این بچه ها خدا رو دوست داشته باشن و از خدا اطاعت کنن. یک خانواده مسیحی باید همیشه دعا کنه و خواهد و خدمت بذاره خدا باشه. عکس 29 دشمنان خودتون رو دوست داشته باشید. عیسی یاد شاگرداش داد که همه رو دوست داشته باشید، حتی اگر کسی دشمنتون باشه. ما باید هر کی که کمک میخواد کمکش کنه، حالا هر کی مخواد باشه، از این قوم باشه، از اون نژاد باشه، هر چی.
ایشان اون یه قصه در هر روز تعریف کرد. مثال زد، گفت که یه روزی یک مردی داشته از یک شهری مسافرت میکرده، تو را چند تا دوز میگیرن و اقره یک کتکش بزنن که این مرد مجبور میفته رو زمین. یکی دیگه مرد چکی که مالا یک قوم دیگه بود یا برمی کسی دو میاد کمک این یکی او کمکش میکنه، نه پول ازش میکنه نه هیچی. این سفش مردم میگه که ما باید ای رو باشیم، ای رو محبت کنه من دیگه. عکس سی، مرسی قادر مطلق. اینایی که دارید میبینید دارن تلسما و بوتا رو میسوزونن و آتیش میزنن. اونا قبل از اینکه به عیسی ایمان بیارن این آتشخالا رو میپرستیدن و به اینا اعتقاد داشتن. اما ایماندارای مسیحی نباید به چیزایی که به شیطون و روحای ناپاک مربوط میشه دل ببندن، باید اینا رو از خودشون دور کنن. خدا از شیطون و هرچی روح ناپاک و تلسما و بوت و اینا خیلی قوی تره. ما مسیحا نباید پیش شیطون بترسیم، فقط باید از خدا بخونگه کمک کنه دو حاضرون باشه. هم عکس 31، در کردن روحای ناپاک. تو این عکس یکی مرتک رو ببینید که همه وجودش پر روحای ناپاک و بد شده، حتی تناف و زنجیرهای موکم و نبتون جلو او رو بگیره. تو این روحای ناپاک توی او خیلی قوی شده. عیسی دست دور میده به این روحای ناپاک که از وجود این مرتک خارج بشه. این روحا همین کار میکنن، اطاعت میکنن و خارج میشه. این مرتکه این نجات بده میکنه دون میره برای مردم تعریف میکنه که چطور شده. قدرت مسیح خیلی بیشتر از قدرت روح و شیطون و این گفت کاره و همه باید از عیسی اطاعت کنه. عکس 32، وسوسه. این عکس یک تا ایمان داره مسیح رو داره نشون بده که وسوسه میشه تا از مسیح پیروی نکنه. شیطون مخواد که همه ماها رو گول بزنه و یادون بره که خدا کیه و همش به فکر پول و لباس و رخت و بر و سیگار و کارهای بد و مشروعات بد و اینایی که ضرر داره برون باشه. شیطون بده یا دل ما رو خشم کنه، اما دروغ میگه. او داره سعی میکنه که ما رو گول بزنه، او از بین ببره دو نابود کنه. یکی مسیح با اعتقاد و اعتماد به عیسی و پیروی از عیسی میتونه در مقابل این وسوسه شیطونی از خودش مقاومت کنه. عکس 33، اگه ما گناه کنیم. عیسی یکی مثال زد، یکی جوون یک خونه و زندگی خودش رو ول میکنه و بره یک جای دور دست، هرچی کار زیش از دستش برمی رو انجام بده، زنا میکنه، هرچی پول پیش داده بوده داشت خرج میکنه، پولش که خلاص میشه قطعی میاد او هم فقیر میشه دو گشنه. او از این گناهی که کرده بوده خیلی شرمنده میشه دو تاسف میخوره، میره پیش پیرشو اعتراف میکنه دو پیش پیرش میگه اگه میشه منو ببخش. پیرش هم باشه آغوش باز اونو ببخشه دو بغلش میکنه. این مثال شما میگه که اگه ما گناه بکنیم باید از ته دلون اعتراف کنیم و توبه کنیم دیگه گناه نکنیم. خدا اگه خیلی ما رو دوست بداره گناه ما رو ببخشه دو دوباره ما رو چکار میکنه با آغوش باز میپذیره. عکس 34، مریضی. این زنه که اومد تکی که میبینید خیلی ناراحت هسته، چون یکی از عزیزانشون خسته شده. وقتی یکی مسیحی خسته میشه چرا باید بکنه؟ بتونه دعا کنه دو مطمئن باشه که هرچی به صلاحش خود همون کار میکنه، خود بتونه مستقیما شفاش بده یا راهنماییش کنه که بهترین داروی که به نفعش رو پیدا کنه و استفاده کنه. خدا همه ما رو دوست بداره، بنابراین هرچی که برای بچه‌هاش اتفاق داره میفته داره میبینه. خدا همه این منظره رو از شر شیطون حفظ میکنه، بنابراین ما مبادا از شیطون بترسیم. در بدتر مواقع که همه چی دیگه به تنگا اومده مسیح همیشه با ما هست و میتونه ما رو به آرامش برسونه. عکس 35، مرگ. ما همه میدونیم که یک روزی میمیره، ولی وقتی مرده چطور میشه؟ یکی ایمان داره مسیحی وقتی میمیره روح او میره پیش مسیح. کتاب مقدس که کلام خدا میگه که ما میرم که به مسیح بپیوندیم. خاطر همینه که وقتی یکی مسیح میمیره رفیقاش نباید اقدر گریه‌زاری کنه. ما اصلا نباید از مرگ بترسیم، چون میدونیم که خدا ما رو دوست میداره و ما رو از گناه نجات داده. کسایی که به خدا ایمان ندارن و به مسیح ایمان ندارن این امیدو ندارن که یک زندگی ابدی داشته باشن که بعد از مرگ به خدا برسن. اونا برای همیشه تک و تنها هستن و توی عذاب میمونن. شما میدونید وقتی میمیرید کجا میرید؟
عکس 36 بدن عیسی. توی این عکس قسمت‌های مختلف بدن یک انسان رو داریم می‌بینید. هر قسمت از بدن ما یک وظیفه‌ای داره. مثلا چشم‌ها برای دیدن، گوش‌ها برای شنفتن، دهن برای گفت زدن، غذا می‌خوره. هر قسمتی باید باشم کار کنن، یک وظیفه‌ای رو انجام بده. اگه یکی ضرور از بدن ما مجروح بشه، همه بدن ما درد و ناراحتی احساس می‌کنه. خدا میگه که همه ایماندارای مسیح عضوی از یکی بدن هستن که این بدن کلیساست. عیسی سر این بدنه. خدا هر یکی از مسیحی‌ها رو برای کار مشخصی قرار داده. مثلا یک نفر واعظ کلیسا، یکی دیگه میاد سرود میخونه، یکی معلمه، یکی کشاورزه، یکی آشپز دیگه میکنه. همه اینا دارن برای مسیح کار میکنن تا این بدن قوی باشه. این ایماندارا باید همه دیگه رو دوست داشته باشن و باشن همکاری کنن. اگه این کار نکنن، بدن عیسی رنج میبینه و عذاب میکشه. عکس 37 جمع بشیم تا عبادت کنیم. ایماندارا باید هر چند وقت یک بار دور هم جمع بشن برای اینکه خدا رو عبادت کنن. ما باید کتاب مقدس رو بخونیم و از این چیزها یاد بگیریم. باید سرودای روحانی بخونیم تا به وسیله اونا خدا رو پرستش کنیم و دعا کنیم. ما همچنین باید چه بکنیم؟ آخر هدیه بیاریم که کار خدا بتونه پیش بره. خدا به ما دستور میده که مرگ عیسی رو فراموش نکنیم، همیشه یادش باشه. توی عکس ایماندارا رو میبینیم که توی خوردن نون و نوشیدنی با هم شریک میشه. خاطر اینکه اینا سمبولی از بدن و خون عیسی. نون سمبولی از بدن عیسی که روی صلیب به خاطر ما کشته شد، و نوشیدنی سمبولی از خون مسیح که ریخته شد برای اینکه گناه ما بخشیده بشه. عکس 38 مسیح دوباره پس میاد. همون رایی که خود عیسی قول داده بوده، یک روزی دوباره یهودی از هوا میاد و پیش ما پس میاد. اون میاد تا همه اعضای خانوادش رو که همون ایماندارایی به مسیح هستن رو باشه خودش ببره. عیسی اون عده از ایماندارایی که مردن رو از تو قبر در میاره، پیششون میگه وقتی زید تو قبر در میاد قبراشون خالی میشه. اونایی هم که زنده هستن رو برمیداره تا همه خودش ببره به آسمون. همه ما مسیحی‌ها توی آسمون میتونیم عیسی رو ملاقات کنیم و تا آخر زمان هم باشه و باشه. اونایی که بی ایمون هستن روی زمین میمونن، اینجا میمونن تا اینکه خدا در موردشون قضاوت کنه. ما درست نمیدونیم که عیسی کی میخواد به دنیا پس بیاد، اما باید همیشه آماده باشه. اگه همین امروز عیسی میخواد پس بیاد، شما آماده هستی که بریم ملاقاتش؟ عکس 39 میوه دادن. همین اگه یکی درخت میوه توی این تصویر داره میوه میده، یکی مسیحی هم باید میوه روح رو به بار بیاره. عیسی میگه من درخت انگور هستم و شما شاخاش. اگه باشم باشم شما میتونید میوه بدید. روح القدس خدا توی مادر زندگی میکنه و داره کار میکنه تا بتونه میوه محبت و خشی و سلامتی و آرامش و صبر و مهربونی و اینا رو به بار بیاره توی ما. اگه شاخهای یکی درخت میوه ندن، اونا رو برمیدارن میبرن آتش میزنن. همه روح القدس باید توی زندگی یک ایماندار مسیحی معلوم باشه و این رو باعث جلال پدر آسمانی میشه. عکس 40 گفت دادن باشه باقی ها. عیسی پیش همه ایمانداراش میگه که برید و این خبر نجات رو چه باقی ها هم بگی که اونا هم بتونن از گناه و جهنم نجات پیدا کنن. این عکس یکی ایماندار رو داره نشون بده که از مسیح اطاعت کرده و این خبر نجات رو چه باقی ها گفته. این روح القدس خدا کمکون میکنه که برای عیسی مسیح شهادت بده. خب حالا شما میتونید به شباقی ها بگید که از عکس های این کتاب تا حالا چی یاد گرفتید؟